پس وقتی من درست میکنم نگید شکل دیگه شما هستا مواد اولیه همون چیه؟ ما امروز با تعداد خیلی کمی مواد اولیه میخوام این قضا رو درست کنیم. یکی دیگه که ما حسابش کردیم با دیگه همونیه که هم میتونید آماده شو بگیریم، همون که میتونید خودتون نمره کنید و سوکش با برنامه ترش، پیاز، نمک و فلفل و زردچوبه. همین یه میگه درست کردیم، بعدش یک کفه خیلی خوشمزه کنارش میزنیم اون که با نور نمید میکنیم. حالا پس بریم ببینیم که این قرار چجوری میشه. گردو آسیاب شده، بادمجون حلقه‌ای سرخ شده، ربع انار، نمک و فلفل و زردچوبه و پیاز نگینی. برای شروع کار اول پوست پیاز رو میگیریم و شروع میکنیم به خرد کردن اون به صورت نگینی و ریز. پیازا رو اضافه میکنیم. میذاریم تا رنگشون کمی طلایی بشه. تا وقتی که پیازا دارن کارشون رو میکنن ما هم شروع به پوست کندن بادمجونا میکنیم. حالا بادمجونا رو تقریبا به ضخامت 2 سانتی‌متر برش میدیم. در همین حین به پیازمون هم سر میزنیم و هر از گاهی همش میزنیم. وقتی پیازمون طلایی شد گردومون رو اضافه میکنیم. روی حرارت ملایم مرتب همش میزنیم چون گردو خیلی سریع میسوزه، برای همین خیلی حواستون بهش باشه تا جایی که کمی رنگ بگیر و روغنش در بیاد. وقتی که دیدیم دیگه کافیه نوبت اضافه کردن ادویه هاست. اول از همه زردچوبه، نمک و فلفل سیاه. بعد از اضافه کردن ادویه ها مجدد تف میدیم تا کاملا با هم مخلوط بشن. حالا نوبت ربع اناره. من ربع انار ترش استفاده کردم. میریزیم و مخلوطش میکنیم. به اندازه 2-3 لیوان آب سرد اضافه کنید و هم بزنید برای پختنش. برای همین حواستون باشه آبتون کم نباشه. میریزید و هم میزنید. وقتی مخلوط شد درشون میبندیم تا بپزه. تا مایه خورشتمون آماده میشه میریم که بقیه موادش رو آماده کنیم. یه تابه برمیداریم، روغن میریزیم. حالا میخوایم بادمجونای حلقه ایمون رو سرخ کنیم. بادمجونا رو به تابه داغ اضافه میکنیم و میذاریم کامل یک طرفشون سرخ بشه.
از صدای جلیز و ویلیز بادمجونا معلوم که حسابی داره رنگ میگیره و طلایی میشه. وقتی از سر بادمجون نگاه میکنیم که یکم قهوه‌ای شده، حالا میتونیم بادمجونا رو برگردونیم. این طرفش هم سرخ بشه. وقتی بادمجونا سرخ شدن، اونا رو توی ظرف دیگه خالی میکنیم. حالا ببینیم که خورشتمون چجوری شد. الان به نظر غلظتش مناسب میاد. میبینین یه کمی غلیظ شده. دیگه وقتشه که بادمجونای حلقه سرخ شدمون رو به خورشتمون اضافه کنیم. خورشت رو هم میزنیم و میذاریم که جا بیفته. در همین حین یک کتم بار میذاریم. وقتی که خورشت اینجوری حبابای ریز میزنه، یعنی که دیگه موقع کشیدنشه. پس برنجمونم آماده است. میریم که خورشت رو بکشیم. این خورشت رو با نونم میتونیم میل کنید. هر جور که میلتون بود. هم با نون هم با برنج. این غذا باب میل ویجیتریان ها هم هست. اونایی که دوست ندارن گوشت و مرغ بخورن از این خورش میتونن به عنوان یه خورشت جدید و خوشمزه استفاده کنن. خدا نگهدارتون.